کوروشه حبیبا موبر کوروشه زلغرنین سرورم صدا کوروشه پارسی بزرگزاده کوروشه هخامنشی کوروش پدر در گوش هوش من چنین گفت آنگاه که پیکر وجودش در خراباد مغان بر من آشکاش ما دین را به یونان میبریم با شمشیر پارسی بدون مادها پیروز نخواهیم شد ما تا کنون بدون مادها نیز جهان را باز کردیم ما سرداران پارسی فتوشت پیامبر ما از نژاد مادها بود فراموش نکنید جگانگی را بس کنید برای پیروزی بر یونان میبایست یگانه باشید همه سرداران و بزرگان دست پیش آوردند یک دل و یک صدا دین باید به یونان برود ولی بزرگ مادها فریاد برآورد اگر میتوانید بدون ما بروید ما نیز دعا میکنیم تا پیروز شوید اگر بتوانید برم آتابان بزرگ پارسیان دور از پیمان ایستاده بود خشایارشا پرسشگرانه او را نگریست آتابان عموی گرامی دست پیش نمی آورید برای پیمان دین باید به یونان برود آوری ولی نباشمشید دست های پیمان یکی یکی برداشته شد تالار شاهی را همهمه ای فرا گرفت آیا فراموش کرده اید که آتن اسفار ترد و پیک های پدرم داریوش بزرگ را کشتند؟ آنان پیش قراولان سپاه داریوشند که پیکر پاکشان در خاک بیگانه رنج میکشد و ما را به داد خواهی فرا میخواند برادرزاده ارجمند کوروش را نمونه زندگی خیش بدان او فاتح خاک نبود فاتح دلها بود یونانیان دین ندارند شما به خدایان یونان بیش از بابلا اگر شما به خدایانشان بسیار است دینهایشان نیز بسیار است و دلهایشان نیز در سخن کوروش بزرگ سخن از دل نبود وقت دلها را به مقام ما می سپاریم تا با دست دعای خویش رهنمای جهانیان باشند و شاهان دارنده حلقه قدرت مردان شاه شاهان مرد را با دل کابینیم حق دلها را به زنان بسپاریم هر که با من است با من است و هر که نیست بر من پیکای یونانی برای شرفیابی اجازه میخواهند خشایار شاه بزرگ ما را ببخش من از آتن آمدم و من از اسفارت ما را ببخش که پیکای پدرتان داریوش بزرگ را خوش بود اینک این تیغ و این کتاب یا به کتاب آسمانیتان ما را ببخش یا به تیغا دید ما را بکش خشایار شاه شاه شاهان چنین فرمایند ما چون یونانیان آیین مردی و مردمی فرو ننهاده پیک ها را نمی کشیم به میهن خود بازگردید و بگویید پاسخ کشتن پیک های پدرم داریوش بزرگ لشکر 100,000 نفری خشایار شاه پیکای یونانی به میهن خود بازگشتند و پیام خشایار شاه را باز پرسی بزرگ سراسر آتن اسفارت را فرا گرفت بزرگان یونان پس از رایزنی تصمیم گرفتند پیکان خشکی را به اسفارتیان و پیکان گردایی را به آتنی ها از آن سو خشایار شاه بزرگ بیامد به پیش سپاهی سترگ گزین کرد از هر سوی 100,000 سواران گرد از در کارزار همه
so si ho ma del battery giant sei un ancora skin chiamar battery time sana kimse tavna unan koştegan che mordan po dasteli unanian rakhshidan khanjar o tir di hami joz khoshi roh koni kashi ha va ba bandazi زورخ ها، تخته ها، همه به آب انداخته شد. از آن تو نیروی دریایی آتن آماده نبرد. ناگهان صدای سوزه باد. نزدیک و نزدیک تر شد. توی اهریمن گرگستان میخواست با گمیشه های خیش سپاه ایران را در هم بشکرد. به فرمان خشایار شاه کشتی های ایران را با زنجیر به هم بستن و بار کشتی های سپاه ایران را در هم شد. شاهنشاه ها این خشم بایست که در یارا توفانی کرده هست بهتر نیست گاهی چند در یارا حق نشینیم. من از پاس درخشان به پایان جهان دشتر نکشیدم که با پس نشید. ای سربازان دلاور آسیا، ای لشکریان جنگاور من، دریا را از خون یونانیان پیمان شکن سرخ کنید. سرنه برم، با سرنوشت نمیتوان جنگید. آیین ما اراده بازدادیست، اراده ایچ از نیک و بد، نیکی آورد. موغان را بگویم نیایش کنند ایزد باد را بگو نیایش کنند یزدان پاک را خداوند جان و خرد. سرورم اسپارتیان در خشکی راه را بر ما بستند، دری نیست که بر من بسته بماند و ایشان تیر فرو بارید چندان که زیر تیرها مدفون شوند. نه شمار اسپارتیان چند است؟ بیش از 3000 تن سرورم، من خود با 3000 تن بر ایشان میتازم. یکایک همه تیغها برکشید، سپرهای خود را ز سر برکشید. لئونیداس پشت بیش از 3000 تن اسپارتی ایستاده بود و رجز میخواند. سر خشایار شاه را برای من بیاورید، شاه اسپارت را بکشید. شاه اسپارت سپر برگرفتند و شمشیر تیز بر آمد خروشیدن رفت همی گرد کیره برانگیختند همی خاک با خون برآمیختند. ز اسپان و مردان همه رفته پاش دهن خوش و رفته ز تن زور و توش. سرباز ایرانی دورتر از همه خود را به لئونیداس رساند. به جنگ آید چو 300 تن ز اسپارت، ز ایران بس بود یک مرد اسپارت. حمله به سمت لئونیداس، شمشیر کلاهی، نیزه، سپر. خشایارشا با چشم شگفتی نگران این نبرد. خاک، چشم، مشت، دهان بر سپر سرباز رخشه مهریزد نمایان. آفرین سرباز پاوتی. سرباز قوت بند ترفند جنگی شمشیر عقب سپر جلوی چهره حمله. زنده باد پاوت لئونیداس شمشیر عقب سپر جلو چهره حمله. زنده باد اسپارت. ناگهان دو سپر از دو سو به هم نزدیک، سپرها کنار شمشیر رو به رو در قلب دیگری. هر دو یک چهره داشتند چونان دو برادر دو همزاد. یکی از ایران یکی از یونان. سرباز لئونیداس پارت اسپارت. چه همانندی شگفت‌انگیزی تو، چه شبیه منی سرباز. چونان برادر دو گروه نداشتند و تو نیز لئونیداس، گویی همه مردان پارت در بازوی تو می جنگند. و پارت بسیارم جنگا برتر از من، همه فرزندان و سپرستان. نامت چیست؟ بگو تا
آن که تیغ از میان ملت ها بردارد من امروز تنها کین پارسی دیدم و تیغ پارسی من مهر نیستم ولی ای کاش اون تیغ همان تیغ مهر میبود دونی داست به پاس دلاوری اسپارتیانی به اسپارت گام نخواهم نهاد آری بازگرد تا مهر دوباره در جهان زاده شود در این دم واپسین دستان شما را می فشارند به مهر و شما دستان یک دیگر چونان دو برادر دو همزاد از نژاد فریدون فریاد در آغوش یک دیگر جان سپاری ای کاش ظلم ما تاریخ را سیراب می کرد پارس دیگر مرز ندارد زین پس همه یک جهان خانه من است به خانه های خود بازگردیم سردارم ما تا به دروغ شکست ما رو جان زده و شورش کردن شما رو خواهند کشت آتنی ها آتنی رو خالی کردن سرمشت قدر و شرق به این جنگ بستگی دارد فرمان در این دیونانی را دارم تیر خود سرامیم بگذارید جهان دیگری نیز به جز آسیا باقی دارد آن زمان که از پاس جز نام آن نمانده باشد ارزش های پارسی در آن زنده بماند